مثال هایی دیدیم که ما داده به فضای مطلب دادیم، یا این که تونستیم یه پارامترهایی رو تنظیم بکنیم یا یه فایل رو بدیم که سیستم ما در یه جای خاصی اجرا بکنه. در این قسمت با جزئیات بیشتر و با دقت بیشتری در مورد خصوصیات و کارهایی که باید بکنیم برای اینکه این ارتباط انجام بشه صحبت خواهیم کرد. از مطالبی که در این بخش میخواییم صحبت کنیم در موردش، دو مورد تقریبا قبلا زیادی پوشش داده شد. اول اینکه ما در مورد جمع‌آوری داده و انتقال داده بین مطلب و سیمیولینک، البته از جهت سیمیولینک به سمت مطلب صحبت کردیم. فراخوانی این فایل ها رو وقتی که داشتیم در مورد شبیه سازی فضای حالت سیستم غیر خطی صحبت می‌کردیم تا حد زیادی پوشش دادیم. مباحثی که من می‌خوام یه خورده روش بیشتر تمرکز بکنم اینجا، یکی انتقال داده از مطلب به سیمیولینک هست و دیگری فراخوانی مدل های سیمیولینک در این فایل ها و حتی تغییر دادن مدل های سیمیولینک یا تنظیم پارامترهای بلوک های سیمیولینک از درون یک این فایل است. اینجا مثالی رو که داشتیم دوباره در نظر میگیریم. کاری که ما کردیم این بود که با استفاده از callback init function ما مقادیر رو اینجا مشخص کردیم. می شود در یک بلوک سیمیولینک از متغیرهای فضای کاری مطلب هم استفاده کرد. یعنی مثلا به جای اینکه من اینجا از آلفا استفاده بکنم، اجازه بدید که از متغیر ای استفاده بکنم. خواهیم دید که وقتی اجرا میکنم اشکال میگیره از این عبارت. مقدار آلفا رو گفتیم که به 15.6 تنظیم میکنیم. حالا کاری که من میخوام بکنم این است که در محیط مطلب من متغیر ای رو به همون مقدار تعریف بکنم. یعنی الان توی فضای کاری مطلب مقدار A وجود داره. میبینیم که اجرا بدون مشکل انجام میشه و خروجی هم خروجی مشابهی خواهد. بنابراین هر متغیری که شما توی محیط کاری مطلب ازش استفاده بکنید توی سیمیولینک هم میتونید بهش ارجاع بدید. فقط باید حواستون باشه که قبل از اینکه سیمیولینک بلوکش اجرا بشه شما باید حتما مقداردهی رو انجام داده باشید. الان اگر من با دستور clear all فضای کاری مطلب رو پاک بکنم و سعی کنم که اون مدل سیمیولینک هم رو اجرا بکنم، میبینید که خطا الان باز وجود داره، چون الان توی فضای کاری مطلب مقدار متغیر A وجود نداره. وقتی که مقدار A رو تنظیم میکنم دوباره شبیه سازی رو اجرا میکنم، میبینیم که باز شبیه سازی رفتاری که ما ازش انتظار داریم نشون خواهد. اگر روندی هست، چیزی هست که ما میخوایم هر دفعه که مدلمون رو اجرا میکنیم اجرا بشه، میتونیم یک در واقع این فایل رو، یک تابع مطلب رو، یک سکریپت مطلب رو در این قسمت فراخوانی بکنیم برای اینکه مطمئن بشیم که اون تنظیم هایی که میخوایم حتما انجام بشه. پس ما تا الان میدونیم که میتونیم از اسکوپمون، از بلوک تو ورکسپیس، از بلوک تو فایل استفاده بکنیم برای اینکه داده ها رو به مطلب انتقال بدیم. میدونیم که سیمیولینک در واقع فضای کاری مطلب رو درش سهیم و شریکه، بنابراین هر داده‌ای که ما در فضای کاری مطلب داشته باشیم میتونیم توی سیمیولینک هم ازش استفاده بکنیم. یادمون میاد که ما فضای حالت سیستم رو وقتی می‌خواستیم توصیف بکنیم مجبور بودیم که تمام اعداد رو کپی بکنیم از داخل ورکسپیس به داخل مدلمون و خب این خیلی زمان می‌برد. بیایم این کار رو الان دوباره انجام بدیم. سیستمی که داشتیم یا حالا یک سیستم جدیدی که می‌خوایم در نظر بگیریم، من به عنوان یه تابع تبدیل تعریفش می‌کنم. فرض می‌کنیم سیستم 1 تقسیم بر S2 اضافه S به اضافه 1 باشه.
تابع تبدیل رو داریم میبینیم. از طور TF Data به ما ضرایب تابع تبدیل رو میده. و ما میتونیم در واقع مقادیر رو داشته باشیم. میبینیم که 001 ضرایب صورته و 111 ضرایب مخرج. حالا میخوایم در سیمولینگ از این خاصیت استفاده بکنیم و سیستم رو به این صورت شبیه سازی. از continuous من transfer function رو انتخاب میکنم. به جای دادن این مقادیر من از مقادیر متغیرهای فضای حالتم استفاده میکنم. و سینکمون هم یک scope میتونه باشه. وقتی اجرا میکنم پاسخ زیر میرایی که انتظار داشتیم رو میبینیم. یعنی اینکه اینجا من پارامترهای بلوکم از ورکسپیس میاد. یه کاربردی که اینجا به ذهن ما میتونه برسه این است که ما مثلا توی تول باکس اپتیمیزیشن الگوریتم ژنتیک رو میتونیم ازش استفاده بکنیم و الگوریتم ژنتیک اصولا یک تابع رو فراخوانی میکنه و مقادیر اعضای جمعیت رو به اون میده و بعد بر مبنای محاسباتی انجام میشه و تابع هزینه حساب میشه. حالا اگر ما بتونیم مثلا پارامترهای یک کنترل کننده پی آی دی رو یا بتونیم مثلا محل قطب و صفر یک کنترلر رو به عنوان پارامترهای الگوریتم به عنوان در واقع متغیرهای الگوریتم ژنتیکمون در نظر بگیریم و بتونیم کاری بکنیم که تو اون تابعی که فراخوانی میشه توسط الگوریتم ژنتیک مقدار پارامترهای بلوکمون عوض بشه و بتونیم نتیجه شبیه سازی رو به عنوان تابع هزینه در نظر بگیریم، در این صورت خب این توانایی خواهیم داشت که مسائل طراحی رو هم به صورت هوشمند با استفاده از سیمیولینک حل بکنیم. کاری که اینجا خواهیم کرد، البته یه سری مقدماتی لازم داره، ما باید بلد باشیم چگونه یک شبیه سازی رو از داخل محیط مطلب اجرا بکنیم، باید بلد باشیم چجوری پارامترهای یک بلوک رو با استفاده از دستورها و با استفاده از برنامه از محیط مطلب تغییر بدیم. در اون صورت میتونیم توی توابع دیگه به صورت اتوماتیک این کار رو انجام بدیم. اسم این رو به عنوان مثال بعدی ذخیره. پس الان هدف ما این هست که بتونیم از محیط مطلب یک مدل رو ایجاد بکنیم، یک مدل رو تغییر بدیم و پارامتراش رو بتونیم اجراش بکنیم، بتونیم مقادیر سیگنال ها و نتایج رو ازش استفاده بکنیم. خب اینجا ما فعلا با محیط سیمولینک کاری نخواهیم داشت. در این مرحله ما کارامون رو از طریق خط فرمان مطلب انجام خواهیم. دستوری که برای ایجاد بلوک جدید به کار میره دستور نیو سیستم هست. نیو سیستم در واقع باید اسم سیستممون رو بدیم بهش. اسمش رو میذاریم در واقع اگزمپل 15. خب الان ما سیستممون درست شده ولی تا وقتی که ما سیوش نکنیم این سیستم وجود خارجی عملا نخواهد داشت، فقط توی حافظه خواهد. بنابراین از دستور سیو سیستم میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه سیستممون سیو بشه. حالا اگر نگاه بکنیم میبینیم که یک سیستم خالی برای ما ایجاد شد. خب ما کاری که میخوایم الان انجام بدیم این است که بلوک به سیستممون
اضافه بکن. برای این کار ما از تابع اد بلاک استفاده میکنیم. اگر نگاه بکنین در واقع اد بلاک اسم اون نوع بلوک رو میگیره و اون قسمتی که ما میخوایم در واقع اضافه میکنه. بس مثلا اد بلاک ما از قسمت مثلا continuous میخوایم استفاده بکنیم، بنابراین خواهد بود simulink slash continuous slash مثلا transfer function. جایی که میخوایم در واقع اضافهش کنیم به اسم مثلا جی اضافهش خواهیم کرد. اشکالی که اینجا وجود داشت این بود که ما باید اسم در واقع سیستممون رو بدیم. خب البته اون خطایی که الان داشتیم به خاطر این بود که من فایل رو برای نشون دادن به شما باز کرده بودم، بعد وقتی فایل رو به این صورت میبندم از حافظه در واقع پاک میشه. برای اینکه نحوه اضافه کردن بلوک رو ببینیم، این بلوک رو حذف میکنم و با دستور load system من میتونم یک بلوک سیمیولینک رو، یک مدل سیمیولینک رو بدون اینکه اجراش بکنم وارد حافظه بکنم. دستور add block داریم میبینیم که گفتیم که از library continuous میخواییم برش داریم و اسم بلوکمون رو میخواییم G بذاریم. الان اگر که من مدل رو نگاه بکنم بلوک G اضافه شد. الان من میخوام یک سکوپ مثلا اضافه بکنم. برای اینکه سکوپ اضافه بکنم داریم میبینیم که باید برم از قسمت سینکس و سکوپ رو انتخاب کنم. بنابراین یه اد بلاک دیگه انجام میدم و اسم این رو هم سکوپ میذارم. باز میتونیم مشاهده بکنیم که سکوپ اضافه شد. خب کاری که من باید انجام بدم این است که این دوتا رو به هم اتصال بدم، یعنی خروجی بلوک جی رو به ورودی اسکوپ هم، برای اینکه بتونم نمایشش بدم. قبل از اون البته یک تابع استپ هم میتونم اضافه بکنم. و باز اگر که فایلم رو مشاهده بکنم میبینم که مای استپ در واقع سیگنال استپ من اضافه شد. برای اینکه من بتونم یک سیگنال، خط سیگنال اضافه بکنم از ادلاین استفاده میکنم. اسم سیستمم رو باید بدم و پورت خروجی و پورت ورودی. البته پورت خروجی و پورت ورودی در واقع با توجه به اسم بلوک و شماره پورت داده میشه. مثلا استپ یک پورت داره که اون پورت پورت خروجیه، یا ترانسفر فانکشن دو پورت داره که پورت اول پورت ورودی و پورت دوم پورت خروجیش خواهد بود. پس من هم اتصال رو برقرار کنم، میگم add line. سیستم من سیستم مثال 15 هست، میخوام از G1 وصل بشه به scope. باز اگر مدلمون رو مشاهده بکنیم میبینیم که این اتصال برقرار شد. حالا میخوام از my step از خروجیش وصل کنم به در واقع ورودی اول بلوک.
پس این ارتباط هم برقرار شد. حالا مرحله بعد این است که من سیستمم رو شبیه سازی بکنم. برای این کار از تابع سیم میشه استفاده کرد که اسم مدل رو میدم و پارامترهایی که میخوام تنظیم بکنم. حالا در مورد تنظیم پارامتر رو صحبت خواهیم کرد. پس کافیست من بزنم سیم 1 3 5. الان اگر که بلوک اسکوپ رو اینجا نگاه بکنم، این شبیه سازی انجام شده و نتیجه اینجا وجود داره. باز با دستور سیف سیستم اگر که بخوام میتونم سیستم رو سیف کنم و دستور دیگری که برای ما میتونه مفید باشه، خب پس من الان شبیه سازی رو اجرا میکنم، الان نتایج رو من دارم، مثلا تی اوت رو اینجا دارم. یه بار دیگه برای اینکه بتونم نتایج رو هم نمایش بدم، اینجا در واقع متغیر سیم اوت زمان شبیه سازی به ما میده، اون تی اوت هم که به صورت اتوماتیک اکسپورت میشه به ورکسپیس من. خب من کارم وقتی با سیستم تموم شد میتونم از کلوز سیستم استفاده بکنم برای اینکه سیستم من بسته بشه. خب الان دیگه توی حافظه نیست، یعنی الان اگر من دستور سیم رو بدم، البته دستور سیم لود میکنه و اجرا میکنه. خب حالا کار دیگری که ما لازم انجام بدیم، البته دیدیم دستور سیم این امکان رو به ما میده که پارامترهای بلوک رو تنظیم بکنیم، ولی بعضی وقتا ما میخواییم پارامتر بلوک رو مستقلن تغییر بدیم. برای این کار میتونیم از دستور set param استفاده بکنیم. اگر نگاه بکنیم set param برای یکی از دستور مطلب هست، ما اسم آبجکت که اسم مدلمون رو میتونیم بدیم و اسم اون پارامتر و مقدار. اگر که ما مطمئن نباشیم که میخواییم در واقع چه پارامتری رو یا اسم اون پارامترمون چیه بخواییم به دست بیاریم اسم اون پارامتر رو، میتونیم از get param استفاده بکنیم که اگر که در واقع اسم آبجکت رو بدیم، اون وقت به ما خواهد داد که چه مقادیری داره. مثلا اینجا داریم میبینیم get param sl demo clutch و اسم بلوک و inertia ratio dialog parameters، پارامترهایی که یک بلوک داره در اون dialog باکسی که باز میشه و ما میتونیم پارامترها رو ست کنیم. بنابراین مثلا من میخوام ببینم که چه پارامترهایی رو میتونم تغییر بدم برای تابع استپم. کاری که خواهم کرد این خواهد لود میکنم get param اسم آبجکت من ex15/mystep هست. پارامتری که میخوام به دست بیارم dialog parameters. خب من میتونم تایم رو تنظیم کنم، میتونم before after، مقدار اولیه استپم، مقدار نهایی استپم، سمپل تایمم رو میتونم مشخص بکنم و اون پارامترهای دیگری که داشتم برای اینکه آیا در واقع دو تا چک باکس بود من اگر که سیستم رو باز بکنم، این دو تا چک باکس هم به صورت دو تا پارامتر قابل دسترسی هستن. خب الان من مثلا میخوام کاری بکنم که استپ من از زمان 2 شروع بشه به جای زمان 1. کاری که باید بکنم از set param باید استفاده بکنم. و میخوام تایم رو تنظیم کنم به 2. حالا اگر که من بلوکم رو نگاه بکنم، به مقدار 2 تنظیم شد. و اگر که سیستم x15 رو اجرا بکنم، خواهیم دید که
قبلش باید سیو بکنم سیستمم رو. حالا اگر که رو ببندم و اجرا بکنم، حالا مقدار استپ 2 تنظیم شد بعد از بستن سیستم و اگر شبیه سازی رو انجام بدم خواهیم دید که استپ در واقع از 2 شروع میشه و پاسخ سیستم از 2 شروع میشه. دستورات دیگری هم من میتونم در واقع بدم برای این کار. من توصیه میکنم که شما هلپ سیمیلینک مراجعه بکنید، مثلا دیلیت بلاک، اگر که من بخوام یک بلاک خاص رو از شبیه سازیم حذف کنم، یا ریپلیس بلاک. بر صورت در واقع این بخش به شما کمک میکنه که در مورد توابعی که میتونید به کار ببرید اطلاعات داشته باشید. من تا همینجا در واقع فکر میکنم که کافی باشه.